پدر پولدار، پدر بی پول. فصل دوم. درس اول. ثروتمند برای پول کار نمی کند. بابا میتونی به من بگی چطوری میشه ثروتمند شد؟ پدرم روزنامه عصر را زمین گذاشت و پرسید: پسرم برای چی میخوای ثروتمند بشی؟ چون امروز مادر جیم سوار ماشین کادیلاک جدیدشون بود، با هم برای تعطیلات آخر هفته رفتن به ویلاشون کنار دریا. جیم 3 تا از دوستاش هم با خودش برد، ولی من و مایک دعوت نشدیم. اونا به ما گفتن که ما دعوت نیستیم چون بچه های فقیری هستیم. پدرم با ناباوری پرسید: اینطوری میگفتن؟ با صدای ناراحت پاسخ دادم: بله. پدرم سکوت کرد و سرش را تکان داد، عینکش را دوباره به چشم گذاشت و به مطالعه روزنامه ادامه داد. من به انتظار پاسخ او بودم. سال 1956 بود و من 9 سال داشتم. از قضای روزگار من در مدرسه دولتی مشغول تحصیل بودم که بچه‌های ثروتمندها در آنجا درس می‌خواندند. ما در شهری زندگی می‌کردیم که کشتزار نیشکر در آن بود. سرپرست‌های کشتزار و دیگر افراد مرفه شهر نظیر پزشکان، تجار و بانکدارها بچه‌های خود را به این مدرسه ابتدایی می‌فرستادند و پس از پایان کلاس ششم آنان را روانه مدرسه خصوصی می‌کردند. چون خانواده ما این سمت خیابان زندگی می‌کرد، من هم به آن مدرسه می‌رفتم. اگر سمت دیگر خیابان منزل داشتیم، ممکن بود به مدرسه دیگری بروم. مدرسه ای که خانواده بچه هایش بیشتر مثل خانواده خود من بودند و این بچه ها و من پس از اتمام کلاس ششم میبایستی به مدرسه متوسطه و دبیرستان عمومی میرفتیم. مدرسه خصوصی برای من و آن بچه ها در بین نبود. سرانجام پدرم روزنامه را زمین گذاشت و میتوانم بگویم که به فکر فرو رفت. سپس به آرامی گفت: خب پسر، اگه میخوای ثروتمند بشی، باید یاد بگیری که چجوری پول در بیاری. پرسیدم: چطوری میتونم پول در بیارم؟ با لبخند پاسخ داد: خب از مغزت استفاده کن پسر. منظور واقعی او این بود که همه واقعیتی که میتونم بهت بگم همینه و بس، و یا چنین مفهومی داشت. جوابی ندارم بابا، شرمندم نکن. شراکتی شکل میگیرد. صبح روز بعد آنچه را که پدرم گفته بود به بهترین دوستم مایک گفتم. واقعیت این بود که من و مایک تنها بچه‌های فقیر آن مدرسه بودیم. اون نیز مثل من به حکم تقدیر در این مدرسه اسم نویسی کرده بود و ما با بچه های پولدار هم مدرسه شده بودیم. ما واقعا فقیر نبودیم، ولی چون این احساسی داشتیم، زیرا دیگر پسرهای مدرسه دستکش های نو بیسبال، دوچرخه های نو و همه جور وسایل نو داشتند، ولی ما نداشتیم. مادر و پدرمان وسایل مقدماتی و ابتدایی مثل تغذیه، منزل و لباس را برای ما تهیه می کردند و از این جهت کم و کسری نداشتیم. پدرم عادت داشت بگوید: اگه چیزی لازم داری باید کار کنی و به دست بیاری. ما خیلی چیزها داشتیم، ولی برای پسر بچه 9 ساله کار مناسبی گیر نمی آمد. مایک پرسید: خب پس برای پولدار شدن چی کار کنیم؟ جواب دادم: نمی دونم، ولی دوست داری با من شریک بشی و با هم کار کنیم؟ او موافقت کرد و همان صبح شنبه مایک نخستین همکار تجاری من شد. سراسر روز را فکر کردیم که چگونه می توانیم پول در بیاوریم. گهگاه در مورد پسرهای بیخیالی که در خانه ییلاقی جیم اوقات خوشی را می‌گذراندند صحبت می‌کردیم. کمی دلخوری داشت، ولی این دلخوری برایمان مفید بود، زیرا به ما قوت قلب می‌داد تا راهی برای پولدار شدن پیدا کنیم. سرانجام آن روز بعد از ظهر ذهن ما جرقه‌ای زد. مایک از کتابی علمی که خوانده بود ایده گرفت. ما با هیجان دست‌هایمان را تکان دادیم و همکاری و شراکت ما به واقعیت پیوست. هفته‌های اول من و مایک به در و همسایه‌های اطراف خود سر زدیم و از آنان خواستیم که در صورت امکان لوله‌های خمیردندان خود را دور نریزند و برای ما نگه دارند. آنها با نگاهی حاکی از تعجب به ما نگاه می‌کردند و اکثر بزرگسالان لبخند می‌زدند. بعضی‌ها از ما می‌پرسیدند که می‌خواهیم چیکار کنیم و ما به آنها پاسخ می‌دادیم: نمی‌تونیم به شما بگیم، این یه راز تجاریه. مادرم در آن روزها ناراحت و اندوهگین بود. ما جایی را در پهلوی ماشین لباسشویی او برای انبار کردن مواد خام خود در نظر گرفته بودیم. لوله های خمیردندان های مصرف شده را در کارتونی قهوه‌ای رنگ که زمانی شیشه های سس گوجه فرنگی را در آنها نگه می داشتیم جا دادیم. تعداد آنها بیشتر و بیشتر می شد. سرانجام مادرم پایش را در یک کفش کرد که بداند موضوع چیست. دیدن لوله های خالی و مچاله و کثیف خمیردندان همسایه ها او را عصبی کرده بود. او از ما پرسید: بچه ها چی کار میخواید بکنید؟ نمیخوام دیگه بشنوم که این یه راز تجاریه. با این آتش‌خالا یه کاری بکنید، وگرنه همه رو میریزم دور. مایک و من التماس کردیم و توضیح دادیم که به زودی تعداد آنها به حد کافی خواهد رسید و ما محصول خود را تولید خواهیم کرد. به او توضیح دادیم که منتظریم چند تا از همسایه ها نیز خمیردندانشان تمام شود تا بتوانیم آنها را نیز جمع‌آوری کنیم. مادرم وقت را یک هفته دیگر تمدید کرد. زمان تولید محصول فرا میرسید و ما در مضیقه بودیم. اولین همکاری و شراکت ما قبلا با هشدار تخلیه محل توسط صاحب خانه، یعنی مادرم، به ما داده شده بود.
خلاصه قرار شد که مایک به همسایه‌ها بگوید که هر چه سریع‌تر خمیردندان‌های خود را مصرف کنند و برایشان توضیح داد که دندانپزشکان عقیده دارند که مردم باید مرتب دندان‌هایشان را مسواک بزنند. من شروع کردم به راه اندازی خط تولید. روزی که پدرم با خودروش و همراه دوست خود به خانه برگشت، با دو پسر بچه 9 ساله مواجه شد که در حیاط منزل با سرعت تمام محصول مورد نظرشان را تولید می‌کردند. همه جا پر بود از پودری سفید رنگ. بر روی میز درازی کارتون‌های کوچک شیر مدرسه قرار داشت و اجاق کباب‌پزی خانوادگی ما با زغال سنگ‌های قرمز و داغ با حرارت تمام روشن بود. پدرم با نگرانی خودروش را جلوی در حیاط پارک کرد، زیرا خط تولیدی ما پارکینگ او را اشغال کرده بود. او و دوستش وقتی که جلوتر آمدند متوجه شدند کتری استیلی که پر از لوله‌های خمیردندان خالی بود بر روی اجاق قرار دارد و لوله‌ها به سرعت ذوب می‌شوند. در آن روزها خمیردندان در لوله‌های پلاستیکی عرضه نمی‌شد. لوله‌ها از سرب ساخته می‌شدند. بنابراین زمانی که رنگ روی آنها می‌سوخت، لوله‌ها نیز به تدریج آب می‌شدند و در کتری کوچک فلزی می‌ریختند. ما با کتری مادرم آن مایع به دست آمده را در کارتون‌های کوچک شیر خالی می‌کردیم. کارتون‌های خالی شیر پر از گچ مجسمه‌سازی و شکسته‌بندی شدند. پودر سفیدی که همه جا پراکنده شده بود، گچ شکسته‌بندی بود. البته پیش از اینکه آن را با آب ترکیب کنیم. من به دلیل عجله‌ای که داشتم، کیسه را به زمین انداخته بودم و به نظر می‌رسید فضایی که در آن کار می‌کردیم، دچار طوفان برفی و کولاک شده است. کارتون‌های شیر ظرف بیرونی نگهدارنده قالب گچی بود. پدرم و دوستش زمانی که مایع مذاب را با دقت از سوراخ کوچک کارتون به داخل مکعب‌های گچی می‌ریختیم، ما را تماشا می‌کردند. پدرم گفت: مراقب باشید. من بدون آنکه نگاهی به او بیاندازم، با سر حرفش را تصدیق کردم. سرانجام زمانی که ریختن مایع تمام شد، کتری استیل را به زمین گذاشتم و به روی پدرم لبخند زدم. او با لبخند احتیاط‌آمیزی پرسید: بچه‌ها چیکار می‌کنید؟ پاسخ دادم: به اون چیزی که گفتید عمل میکنیم. میخواییم پولدار بشیم. مغزمونو به کار گرفتیم. مایک در حالی که با سر حرفم را تصدیق میکرد و به پهنای صورتش لبخند میزد پاسخ داد: آره پولدار. ما همکار شریکیم. پدر پرسید: تو اون قالبای گچه چیه؟ گفتم: پدر نگاه کن، این میتونه یه مجموعه خوب باشه. با چکش کوچکی ضربه‌ای به لاک و مهری که مکعب را به دو قسمت کرده بود نواختم و محتاطانه مکعب را از وسط بریدم. یک سکه 5 سنتی از جنس سرب از قالب بیرون افتاد. پدرم گفت: وای خدای من، تو داری با سرب سکه 5 سنتی درست میکنی؟ مایک گفت: درسته، ما همون کاریو میکنیم که شما گفتید، داریم پول میسازیم. دوست پدرم رویش را برگرداند و زد زیر خنده. پدرم لبخند زد و سر تکان داد. در کنار آتش و جعبه‌ای پر از خمیردندان‌های خالی، دو تا پسر بچه‌ای پوشیده از گرد گچ سفید روبرویش ایستاده بودند و نیششان تا بناگوش باز بود. او از ما خواست که دست از کار بکشیم و کنار او روی پله جلوی منزل بنشینیم. او با لبخند و متانت مفهوم لغت تقلب را برای ما توضیح داد. رویاهای ما در هم شکست. مایک با صدای لرزان پرسید: منظور شما اینه که این کار غیرقانونیه؟ دوست پدرم گفت: بذار بچه‌ها ادامه بدن، شاید افراد با استعدادی باشن. پدرم چشم قره‌ای به او رفت. پدرم به آرامی گفت: آره پسرم، کار غیرقانونیه، ولی شما پسرها فکر بکری کردید و خلاقیت بزرگی به خرج دادید. ادامه بدید، واقعا به شما افتخار میکنم. من و مایک پیش از اینکه خود را تر و تمیز کنیم به مدت 20 دقیقه در اوج ناامیدی و در سکوت کامل نشستیم. کسب و کار ما همان روز اول تمام شد. در حالی که گرد گچ ها را جارو میزدم به مایک نگاهی کردم و گفتم: حدس میزنم که جیمی و دوستاش حق دارن، ما آدمای فقیری هستیم. زمانی که این حرف را میزدم پدرم داشت ما را ترک میکرد. او گفت: بچه ها شما زمانی فقیر هستید که کم بیارید و عقب نشینی کنید. مهمترین مسئله این بود که شما دست به یک کاری زدید. بیشتر مردم فقط حرف میزنن و رویای ثروتمند شدن تو سرشون دارن، ولی شما دست به کار شدید. به هر دو نفر شما افتخار میکنم. بازم اینو بهتون میگم، کارتون رو پیگیری کنید و کم نیارید. من و مایک در سکوت تمام در آنجا ایستادیم. پدرم حرفهای جالبی زد، ولی ما هنوز نمیدانستیم که چه باید بکنیم. من پرسیدم: پس پدر شما چرا ثروتمند نشدید؟ پدرم پاسخ داد: چون من شغل تدریس در دانشگاه رو انتخاب کردم. معلم‌ها کلاً به فکر پولدار شدن نیستن. ما فقط دوست داریم تدریس کنیم و آموزش بدیم. کاش میتونستم کمکتون کنم، ولی واقعاً نمیدونم که چجوری باید پولدار شید. من و مایک برگشتیم و به نظافت خود پرداختیم. پدرم گفت: من میدونم، اگه شما میخواهید پولدار بشید از من نپرسید، از پدر مایک سوال کنید. مایک با چهره‌ای در هم رفته پرسید: پدر من؟ پدرم با لبخندی تکرار کرد: آره پدر تو، کارمندی که تو بانک به امور بانکی من و پدرت رسیدگی میکنه یه نفره.
اون از پدرتو خیلی تعریف میکنه، میگه وقتی پای پول وسط میاد اون کارشو خیلی خوب بلده. مایک بار دیگر با ناباوری پرسید: پدر من؟ پس چطور ما نه ماشین خوبی داریم و نه خونه قشنگی مثل اونایی که بچهای پولدار مدرسه‌مون دارن؟ پدرم پاسخ داد: داشتن خونه و ماشین قشنگ لزوما دلیل ثروتمند شدن یا پولدار شدن شما نمیتونه باشه. پدر جیمی تو شرکت تهیه و تولید شکر فعالیت میکنه. اون زیاد با ما فرق نداره. اون برای یه شرکت کار میکنه و منم برای دولت. شرکت براش ماشین خریده. ولی حالا وضع شرکت شکر خوب نیست. به مشکل برخورده. پدر جیمی هم به زودی داراییشو از دست میده. ولی پدر تو فرق داره مایک. به نظر میرسه که پدرت انگار در حال ساختن یه امپراتوریه. حدس میزنم طی چند سال آینده مرد خیلی ثروتمندی میشه. با این گفته من و مایک به شدت هیجان زده شدیم. با انرژی و سرزندگی شروع به جارو کردن اولین کار تجارتی خارج از رده خود کردیم. همچنان که جارو میکردیم نقشه میکشیدیم که کی و چگونه سر صحبت را با پدر مایک باز کنیم. مشکل این بود که پدر مایک تا دیر وقت کار میکرد و آخر شب به منزل برمیگشت. پدر او صاحب انبارهای کالای شرکت ساختمانی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و 3 رستوران بود و امور رستوران باعث می‌شد که او تا دیر وقت بیرون از منزل باشد. پس از اینکه کار نظافت به پایان رسید، مایک سوار اتوبوس شد و به منزلشان رفت. او می‌خواست وقتی که پدرش به منزل برمیگردد، با او حرف بزند که اگر امکان دارد به ما یاد بدهد که چطور ثروتمند شویم. مایک به من قول داد که بعد از حرف زدن با پدرش فوراً به من تلفن کند، حتی اگر دیر وقت هم باشد. ساعت 8:30 شب تلفن زنگ زد. گفتم باشه شنبه آینده و گوشی را سر جایش گذاشتم. پدر مایک موافقت کرده بود که با مایک و من دیدار کند. ساعت 7:30 صبح روز شنبه سوار اتوبوس شدم و به محله فقیرنشین پایین شهر رفتم. درس ها شروع می شود. ساعتی 10 سنت به شما میدم که برام کار کنید. حتی طبق معیارهای سال 1956 ساعتی 10 سنت مزدی بسیار اندک بود. ساعت 8 صبح همان روز من و مایکل با پدرش ملاقات کردیم. او کارش را از 1 پیش آغاز کرده و سرش بسیار شلوغ بود. سرپرست ساختمانی او تازه سوار وسیله نقلیه باری خود شده بود که من قدم زنان وارد خانه ساده، کوچک و مرتب او شدم. با مایک دم در ملاقات کردم. وقتی مایک در را باز کرد گفت پدرم داره با تلفن حرف میزنه. گفت که پشت ایوون منتظرش بمونیم. کف چوبی اتاق در زیر قدم‌های من صدا می‌کرد. پادری کهنه‌ای دم در بود. این پادری سالها بود که پاخورده و کهنه شده و با اینکه تمیز بود ولی میبایست عوض میشد. زمانی که وارد اتاق نشیمن باریک شدم احساس ترس از مکانهای سربسته به من دست داد. این اتاق پر از وسایل قدیمی و از مد افتاده بود که امروز مجموعه دارها آنها را جمع آوری میکنند. دوتا خانم اندکی مسنتر از مادرم روی نیمکتی نشسته بودند. در کنارشان مردی با لباس کار نشسته بود. او پیراهن و شلوار راحتی خاکی رنگی به تن داشت که خوب اتو شده بود اما آهار نداشت. در آنجا کتاب‌های متعددی بود. او تقریباً 10 بزرگتر از پدرم بود و به نظرم 45 داشت. آنها مثل مایک لبخند می‌زدند و من پشت سرشان حرکت می‌کردم و به طرف آشپزخانه می‌رفتیم که به ایوانی در پشت حیاط منتهی می‌شد. من با شرم لبخندی زدم. پرسیدم: اونا کی هستن؟ مایک پاسخ داد: اونا کارمندای پدرم هستن. اون مرد مسن‌تر سرپرست انبار کالاهای پدرمه و این خانم‌ها مدیرای رستوران‌ها هستن. تو سرپرست شرکت ساختمانی رو هم دیدی که روی طرح جاده‌ای که 70 کیلومتر دورتر از اینجاست کار میکنه. سرپرست ساختمانی دیگه پدرم که جاده برای خونه‌ها می‌سازه قبل از این که تو به اینجا بیای از اینجا رفت. پرسیدم: همیشه همینطوره؟ او پاسخ داد: البته نه همیشه، ولی معمولاً اینجوریه. سپس در حالی که لبخند می‌زد صندلی را پیش کشید و در کنار من نشست. مایک گفت: از پدرم خواستم که اگه امکان داره راه و رسم پولدار شدن به ما یاد بده. من با هیجان و کنجکاوی پرسیدم: اون چی گفت؟ خب اول نگام کرد، یه نگاه تمسخرآمیز، ولی بعدن گفت که یه پیشنهاد برامون داره. صندلی‌ام را به دیوار تکیه دادم و با هیجان گفتم: اوه! و صندلی را روی دو پایش بالا بردم. مایک هم همین کار را کرد. پرسیدم: پیشنهادش چیه میدونی؟ نه، ولی به زودی میفهمیم. ناگهان پدر مارک در باریک ایوان را با فشار باز کرد و وارد شد. من و مایک روی دو پای خود ایستادیم، نه به خاطر احترام بلکه ترسیده بودیم. پدرش در حالی که صندلی را پیش ما می آورد پرسید: حاضرید بچه ها؟ با سر تصدیق کردیم و صندلی های من را از دیوار کنار کشیدیم و روبرویش نشستیم. او مردی بلند قد و درشت هیکل بود با حدود 180 سانتی متر قد و 100 کیلو وزن. پدر من بلندتر بود ولی به همان وزن و 5 بزرگتر از پدر مایک بود. شکل هیکلشان تقریبا مثل هم بود ولی از نظر شکل و شمایل قومی و نژادی با هم تفاوت داشتند. شاید انرژی آنها هم به یک اندازه بود.
رابرت، مایک میگه که تو میخوای راه ثروتمند شدن رو یاد بگیری، درسته؟ سرم را بیدرنگ و به نشانه تأیید و با اندکی ترس تکان دادم. در ورای کلام او و لبخند او اقتدار زیادی احساس میشد. خب من یه پیشنهاد دارم. من به شما یاد میدم، ولی نه به صورت کلاس درس. شما برای من کار میکنید و من به شما یاد میدم. اگه برای من کار نکنید از آموزشم خبری نیست. اگه برام کار کنید به سرعت تمام به شما آموزش میدم، ولی اگه بخواید مثل مدرسه فقط بشینین و گوش کنین فقط وقتم تلف میشه. پیشنهاد منم همینه، یا قبول کنید یا رد کنید. پرسیدم ممکنه اول یه سوال از شما بپرسم؟ نه، یا قبول کنید یا رد کنید. من خیلی کار دارم که باید انجام بدم، نمیتونم وقتمو اینجا تلف کنم. اگه نتونید قاطعانه تصمیم بگیرید هیچ وقت نمیتونید به هر شکلی که شده ثروتمند و پولدار بشین. امکانات و فرصت ها در حال گذرن. این که بدونید چطوری میتونید تصمیمای سریع بگیرید مهارت مهمیه. فعلا برای چیزی که میخواین فرصت دارین. این مدرسه در عرض 10 ثانیه یا شروع به آموزش میکنه یا تعطیل میشه. من پاسخ دادم قبول دارم. سپس مایک هم گفت قبوله. پدرش گفت خب خانم مارتین تا 10 دقیقه دیگه میاد اینجا. بعد از اینکه کارم با اون تموم شد همراه اون و با ماشینش میریم به فروشگاه بزرگ منو شروع به کار میکنید. ساعتی 10 سنت به شما میدم. شما شنبه ها سر ساعت کار میکنید. من گفتم ولی من شنبه ها بازی سافتبال دارم. پدر مایک با صدای عبوس و خشن گفت یا قبول کن یا رد کن. به جای بازی سافتبال قبول کردم که کار کنم و چیز یاد بگیرم و پاسخ دادم خب باشه قبوله. بعدن 30 سنت. من و مایک صبح زیبای شنبه از ساعت 9 برای خانم مارتین کار کردیم. او زن مهربان و صبوری بود. او به من و مایک می گفت که مرا یاد دوتا پسرهایم می اندازید که بزرگ شده و رفته اند. با اینکه زن مهربانی بود به سخت کوشی اعتقاد زیادی داشت و حسابی از ما کار می کشید. او آدم سختگیری بود. ما 3 ساعت تمام کالاهایی را که به صورت کنسرو در قفسه ها بود پایین می آوردیم، گردگیری می کردیم و مجددا در قفسه ها می چیدیم. این کار بسیار خسته کننده بود. پدر مایک که من در این کتاب از او به نام پدر پولدار یاد می‌کنم، صاحب 9 باب مغازه از این فروشگاه‌های بزرگ با پارکینگ‌های بدون سقف و انبارهای بزرگ بود. در حدود 7 الی 11 انبار. اغذیه فروشی نزدیک منزل ما نیز جز فروشگاه‌های زنجیره‌ای او بود که مردم کالاهای مورد نیاز خود نظیر شیر، نان، کره و سیگار را از آنجا تهیه می‌کردند. مشکل ما این بود که در هاوایی زندگی می‌کردیم و در آن زمان هم دستگاه تهویه نداشتیم. لذا به دلیل گرما نمی‌شد در انبارها را بست. دو طرف فروشگاه درها باز بود که یکی به طرف پارکینگ بدون سقف و دیگری به طرف خیابان که ورودی فروشگاه بود باز می شد. هر بار که خودروی وارد پارکینگ می شد گرد و خاک بلند می کرد و مغازه کثیف می شد. از این رو تا زمانی که دستگاه تهویه به وجود بیاید در تمام مدت کار ما نظافت و گردگیری بود. من و مایک به مدت 3 هفته برای خانم مارتین کار کردیم و گزارش کارمان را دادیم. ظهرها کار ما تمام می شد و او 30 سنت کف دست ما می گذاشت. در نیمه سال 1950 و در 9 سالگی 30 سنت اصلاً پول قابل توجهی نبود، در حالی که کتاب‌های فکاهی قیمت پشت جلدشان 10 سنت بود. بنابراین بیشتر پولم را صرف خرید این کتاب‌ها می‌کردم و به خانه برمیگشتم. چهارشنبه چهارمین هفته آماده شده بودم که استعفا کنم. من به خاطر آموختن درس‌هایی در مورد پولدار شدن از پدر مایک موافقت کرده بودم که کار کنم، ولی اکنون به صورت برده‌ای بودم که ساعتی 10 سنت به او می‌پرداختند و مهمتر از همه از همان شنبه‌ای که با او ملاقات کردیم دیگر او را ندیده بودم. وقت نهار به مایک گفتم می‌خوام استعفا کنم. نهار در این مدرسه نکبت‌بار بود و اصلاً خود این مدرسه ملال‌آور و خسته کننده بود و اصلاً دلم نمی‌خواست که شنبه‌ها بیاید و تنها چیزی که داشتم همان 30 سنت بود. در این وقت مایک لبخندی زد و با ناراحتی و عصبانی از اون پرسیدم واسه چی لبخند میزنی؟ مایک جواب داد پدرم گفت که یه همچین اتفاقی میفته ها، از من خواسته که وقتی خواستی استعفا بدی با اون یه ملاقاتی داشته باشی. با تحقیر گفتم چی؟ اون منتظر بوده که من وا بدم؟ یه همچین چیزی. پدرم آدم متفاوتیه. آموزش‌های اون با آموزش‌های پدر تو خیلی فرق داره. پدر و مادر تو خیلی حرف میزنن، ولی پدر من آدم ساکتیه و خیلی کوتاه و مختصر صحبت میکنه. تا شنبه دیگه منتظر باش، منم بهش میگم که تو آماده استعفا کردن هستی. منظورت اینه که من کنار گذاشته میشم؟ نه، نه به معنای واقعی. پدرم روز شنبه برات توضیح میده. در انتظار شنبه. برای روبرو شدن با پدر مایک مهیا شده بودم و آمادگی داشتم. حتی پدرم نیز از دست او عصبانی بود. پدر واقعی من. پدر واقعی من که در این کتاب از او به عنوان پدر فقیر نام میبرم، عقیده داشت که پدر پولدار در مورد بچه‌های کوچک قانون شکنی میکند و بایستی مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار گیرد.
پدر فقیر و تحصیل کرده من عقیده داشت که من دست کم باید ساعتی 25 سنت دریافت کنم و سزاوار این دستمزد هستم. پدر فقیرم به من میگفت که اگر چنانچه دستمزدم را نتوانم بالا ببرم باید استعفا کنم. پدرم با حالتی تحقیرآمیز گفت تو دیگه نیازی به اون کار لعنتی نداری. روز شنبه ساعت 8 صبح روانه همان منزل زهوار در رفته پدر مایک شدم. وقتی که به داخل منزل رفتم پدر مایک گفت بشین و منتظر باش. سپس برگشت به دفتر کوچکش کنار اتاق خواب و از دیده ناپدید شد. نگاهی به دور و بر اتاق انداختم ولی مایک را ندیدم. با احتیاط در کنار همان دو خانمی نشستم که 4 هفته پیش در آنجا بودند. آنها لبخندی زدند و کمی کنار کشیدند تا جایی برای من باز کنند. 45 دقیقه گذشت. از شدت گرما کفرم در آمده بود. آن دو خانم ملاقاتشان تمام شد و 30 دقیقه زودتر رفتند. پیرمرد موقری هم که به مدت 20 دقیقه آنجا نشسته بود رفت. خانه خالی بود و من در آن روز روشن و زیبای هاوایی در اتاق نشیمن تاریک و قدیمی خانه مایک نشسته بودم تا با آن آدم ناخن‌خشکی که بچه‌ها را استعمار می‌کرد صحبت کنم. صدای خشخش حرف زدن او را با تلفن در اتاق پهلویی می‌شنیدم و از اینکه مرا فراموش کرده بود عصبانی بودم. می‌خواستم اتاق را ترک کنم ولی به دلیل خاصی ماندم. سرانجام پس از 15 دقیقه درست سر ساعت 9 پدر پولدار از دفترش بیرون آمد. چیزی نگفت ولی با انگشتش به من اشاره‌ای کرد تا وارد دفترش شوم. زمانی که چرخی در صندلی چرخدارش زد گفت می‌فهمم که تصمیم داری دستمزد تو بالا ببرم وگرنه استعفا می‌دی. با حالت تقریباً گریان گفتم خب آره دیگه، برای اینکه شما نمیخواد به قول و قرارتون عمل کنید. برخورد بچه 9 ساله با آدم بزرگی مانند او واقعا ترسناک بود. شما گفتین که اگه براتون کار کنم به من یاد میدین. خب براتون کار کردم، خیلی هم سخت کار کردم. به خاطر کارم هم از بازی بیسبال دست کشیدم. اما شما رو حرفتون نیستید، چیزی به من یاد نمیدین. شما یه آدم کلاهبردار هستید که تمام شهر در موردش چنین نظری دارن. شما آدم حریص و دندونگردی هستین. همه پولا رو برای خودتون میخواید. اصلا فکر کارمنداتون نیستید. منو منتظر گذاشتین و کوچیکترین احترامی برام قائل نیستین. من یه پسر کوچیک هستم. حق منه که رفتار خوبی با من داشته باشید. پدر پولدار در صندلی چرخدارش به عقب برگشت و دستی به چانه اش زد و به من خیره شد. انگار داشت مرا بررسی میکرد. گفت: خوبه، تو کمتر از یه ماه عین همه کارمندام شدی. پرسیدم: چی؟ نفهمیدم منظورش چیست و با اعتراض ادامه دادم: من فکر میکردم که به قول و قرارتون عمل میکنید، به من آموزش میدید، ولی در عوض میبینم که میخواید شکنجم بدید. واقعا بیرحمانه و ظالمانه است. پدر پولدارم گفت: من دارم به تو آموزش میدم. با عصبانیت گفتم: چی به من یاد دادین؟ هیچی، ساعتی 10 سنت. من باید این عمل شما رو به دولت گزارش کنم. شما میدونی که ما بچه ها قوانین کار خاص خودمون رو داریم. شما میدونی که پدرم برای دولت کار میکنه. او جواب داد: اوه، تو درست مثل بیشتر کارمندای من شدی، کسایی که اغلبشون رو اخراج کردم یا خودشون استعفا کردن. من گفتم: خب چی دارید بهم بگید؟ احساس یک کودک شجاع را داشتم. شما به من دروغ گفتید، من براتون کار کردم، ولی شما به قولتون عمل نکردید. شما هیچ چیزی به من یاد ندادین. پدر پولدار به آرامی پرسید: چرا احساس میکنی که من تا به حال چیزی بهت یاد ندادم؟ با لب و لوچه آویزان و ناخرسندی پاسخ دادم: 3 هفته است که کار کردم ولی هیچی به من یاد ندادید. پدر پولدار پرسید: آموزش یعنی حرف زدن و سخنرانی کردن؟ پاسخ دادم: خب بله دیگه. با لبخند پاسخ داد: این همون روشیه که تو مدرسه آموزش میدن، ولی اون آموزش‌ها به شکلی که زندگی به تو درس میده نیست. من میتونم بهت بگم که در کل زندگی خودش بهترین معلمه. اغلب اوقات زندگی با تو حرف نمیزنه، فقط به تو امر و نهی و تحکم میکنه. هر فشار و تحکم یک کلاس از درس زندگیه. بیدار شو، یه چیزی هست که میخوام یاد بگیری. به آرامی از خود پرسیدم: این مرد چی داره میگه؟ این فشار و امر و نهیای دوروبر زندگی من حرفیه که زندگی با من میزنه؟ حالا میبایستی استعفا میکردم. من با کسی حرف میزدم که میبایستی زندانی شود. او ادامه داد: اگه درسای زندگی رو یاد بگیری به خوبی انجامشون میدی، وگرنه زندگی فقط به تو دستور میده. بعضیا عصبانی و کفری میشن. اونا از دست رئیسشون، شغلشون یا شوهرشون یا زنشون کفری میشن. اونا نمیدونن زندگیه که اونا رو کفری میکنه. در مورد آنچه او میگفت هیچ نظری نداشتم. ادامه داد: زندگی به همه ما فشار میاره و به ما امر و نهی میکنه. بعضیا وامیدن، یه عده مبارزه میکنن. بعضیام درس زندگی رو یاد میگیرن و در جهت آموخته هاشون حرکت میکنن. اونا به فشارهای زندگی خوش آمد میگن و با اونا کنار میان. به نظر این عده این حرکت معنیش اینه که میخوان یه چیزی یاد بگیرن، یادم میگیرن و ترقی میکنن. ولی بیشتر مردم عقب نشینی میکنن و تلاش و مبارزه شون کمه.
پدر پولدار بلند شد و پنجره چوبی فرسوده را که جیر و جیر می‌کرد و نیاز به تعمیر داشت بست. اگه این درس رو یاد بگیری، در کمال آگاهی و خرد یه جوان ثروتمند و خوشبخت و موفق میشی، وگرنه زندگی خودتو تباه میکنی و یه شغلی با درآمد کم خواهی داشت. بعدش هم کارفرماتو که موجب ایجاد مشکلاتت شده سرزنش میکنی. همه عمرتو به امید یه فرصت بزرگ که باعث گشایش مشکلات مالیت میشه سپری میکنی. پدر پولدار نگاهی به من انداخت تا بداند که آیا هنوز به حرفهایش گوش میکنم. نگاهش با نگاه هم تلاقی کرد. از طریق چشم روابطی با هم برقرار کرده بودیم و سرانجام به خاطر آخرین پیامی که مجذوبش شده بودم نگاه هم را دزدیدم. من متوجه شدم که حق با اوست و من که او را سرزنش می کردم و توقع داشتم که به من آموزش بدهد، دیدم که این نیز نوعی آموزش است. پدر پولدار ادامه داد: یا اگه از اون آدمایی هستی که دل و جرأتی برای انجام دادن هیچ کاری نداری، پس هر وقت که زندگی یه مشکلاتی جلوت قرار میده عقب نشینی میکنی و وامیدی. اگه یه چنین شخصیتی داری، همه عمرتو محتاطانه سپری میکنی، با درست کار کردن و پسنداز کردن برای روزهای مبادا که شاید هرگز تو زندگی پیش نیاد. بعدش هم در حالی که یه پیرمرد خسته و کسل شدی میمیری. دوستای زیادی خواهی داشت که واقعا دوستت دارن، برای اینکه مرد زحمتکشی بودی که سراسر عمرتو با جدیت تلاش کردی. تو عمرتو با احتیاط تمام و دست به عصا سپری میکنی. به نظر خودت هم درست کاری، ولی واقعیت اینه که اجازه دادی زندگی به تو مسلط بشه. تو از خطر کردن عمیقا وحشت داشتی و واقعا می‌خواستی که برنده بشی، اما ترس از باختن و شکست از هیجان برد برات مهمتره. فقط خودت عمیقا میدونی که هرگز به دنبالش نرفتی. تو فقط انتخاب کردی که محتاطانه زندگی کنی. باز نگاهمان با هم تلاقی کرد. به مدت 10 ثانیه به هم نگاه کردیم و به خاطر پیامی که گرفته بودم با او کنار آمدم. پرسیدم: یعنی شما منو تحت فشار قرار دادید؟ با لبخند پاسخ داد: ممکنه بعضیا اینجوری بگن، ولی من به تو میگم که یه چیزی از درسای زندگی بهت یاد دادم. با عصبانیت ولی کنجکاوانه پرسیدم: چه آزمونی از زندگی؟ واقعا حاضر بودم تا آن آموخته را یاد بگیرم. پدر پولدار گفت: شما پسرها اولین کسایی بودید که از من خواستید درس پولدار شدن بهتون یاد بدم. من بیشتر از 150 تا کارمند دارم که حتی یکی از اونام تا حالا از من نپرسیده که من چه آگاهی‌هایی در مورد پول و ثروت دارم. اونا فقط شغل و دستمزد از من میخوان، ولی هرگز تقاضای کسب اطلاعات در مورد پول از من نمی‌کنن. بنابراین اکثریت اونا بهترین سالهای عمرشون رو صرف پول درآوردن می‌کنن، بدون اون که بفهمن برای چی دارن این کارو می‌کنن. نشستم و با اشتیاق و دقت گوش کردم. بنابراین زمانی که مایک به من گفت که تو می‌خوای یاد بگیری چجوری پول در بیاری، تصمیم گرفتم با یه طراحی دوره‌ای تو رو با واقعیت‌های زندگی روبرو کنم. من می‌تونستم با یه چهره عبوس و ناراحت کننده با تو حرف بزنم، ولی تو چیزی نمی‌شنیدی. بنابراین تصمیم گرفتم که کاری کنم که زندگی یکم بهت فشار بیاره تا بتونی پیام منو بشنوی. به همین دلیل بود که ساعتی 10 سنت بهت میدادم. پرسیدم: خب مثلا من چه درسی از این 10 سنت گرفتن یاد گرفتم؟ اینکه شما آدم خسیسی هستید که کارمنداتون رو استثمار میکنید؟ پدر پولدار از ته دل خندید و زمانی که خنده اش تمام شد گفت: بهتر نظرتو عوض کنی و از سرزنش من دست برداری. فکر نکن که من تو رو دوچار مشکل میکنم. اگه فکر کنی که من مشکل تو هستم، مجبوری که منو عوض کنی، و اگه تشخیص بدی که خودت مشکل هستی، اون وقت میتونی خودتو عوض کنی. اون وقت میتونی یه چیزایی یاد بگیری و آگاه‌تر بشی. اکثر مردم همیشه میخوان که یکی دیگه تغییر کنه، نه خودش. بذار برات بگم، تغییر دادن خودت آسان‌تر از عوض کردن دیگرانه. گفتم: منظورتون رو نمیفهمم. پدر پولدار با بی‌صبری پاسخ داد: به خاطر مشکلات خودت منو سرزنش نکن. ولی شما ساعتی فقط 10 سنت به من دستمزد میدید. او با تبسم پاسخ داد: خب تو در ازاش چی یاد میگیری؟ من با لبخندی کنایه‌آمیز گفتم که شما آدم ناخون خشکی هستید. پدر پولدار پاسخ داد: میبینی، خیال میکنی که من مشکل هستم، ولی خب هستید دیگه. خب تو هم به همین عقیده باش و چیزی یاد نگیر. به همین عقیده باش که مشکل تو من هستم. حالا به من بگو ببینم، تو چه امکاناتی جلوی رود داری؟ پاسخ دادم: خب شما اگه دستمزد بیشتری به من ندید و احترامی برام قائل نشید و چیزی به من یاد ندید، استعفا میدم. پدر پولدار پاسخ داد: خب این کارو بکن، این دقیقاً کاریه که اکثر مردم میکنن. اونا استعفا میکنن، بعدش هم میرن دنبال یه کار دیگه، به دنبال یه امکانات بهتر و یه دستمزد بالاتر. واقعاً تصور میکنن که حرفه تازه با یه دستمزد بالاتر حلال مشکل اوناست، ولی واقعاً اینطوری نیست. پرسیدم: پس چه چیزی حلال مشکلاته؟ فقط گرفتن یه دستمزد 10 سنتی و لبخند زدن؟ پدر پولدار لبخندی زد و گفت: این کاریه که آدمای دیگه انجام میدن و فقط قبول میکنن که برای دریافت حقوق خودشون و خانواده‌شون باید تلاش کنن، ولی کاری که همه اونا انجام میدن اینه که در انتظار اضافه حقوق میمونن و تصور میکنن که این کار موجب حل مشکلاتشون میشه. اکثریت اونا این روش رو انتخاب میکنن. یه عده دیگه هم میرن دنبال شغل دوم،
و بیشتر کار میکنن، ولی باز در نهایت یه دستمزد کم دارن. من به کف اتاق خیره شده بودم و درسی را که پدر پولدارم به من میداد یاد میگرفتم. احساس میکردم که این درسی از زندگی است. سرانجام سرم را بالا آوردم و سوالم را تکرار کردم. پس چه چیزی مشکل ما را حل میکنه؟ در حالی که ضربه ملایم به سرم میزد گفت: این خمیری که بین دوتا گوشات هست. در این لحظه بود که پدر پولدار دیدگاهی که او را از پدرم و دیگر کارمندانش مجزا میکرد با من در میان گذاشت. این چیزی بود که موجب شد او ثروتمندترین مرد هاوایی شود، در حالی که پدر تحصیل کرده ولی بی پول من سراسر زندگیش را صرف حل مشکلات مالی کرده بود. این دیدگاه واحدی بود که در سراسر زندگی موجب تفاوت داشتن او با دیگران شده بود. پدر پولدار بارها و بارها این گفته را تکرار کرد که من آن را به نام درس اول می نامم. فقیران و آدمهای طبقه متوسط برای پول کار و تلاش می کنند. ثروتمندان پولشان را به کار می گیرند و پولشان برای آنان کار می کند. در آن صبح درخشان شنبه من اولین درسی را که کاملا با دیدگاه پدر بی پولم فرق داشت از پدر پولدارم یاد گرفتم. من در 9 سالگی متوجه شدم که هر دو نفر آنها می‌خواستند به من آموزش بدهند و هر دو نفرشان مرا تشویق به تحصیل می‌کردند، ولی عقاید آن دو با هم کاملا فرق داشت. پدر فوق‌العاده تحصیل کرده من به من توصیه می‌کرد که هر چه را او می‌گوید انجام بدهم. پسرم، ازت می‌خوام که با جدیت تمام درس بخونی و نمره‌های خوبی بگیری تا بتونی یه شغلی که تأمین آتیه داشته باشه توی شرکت بزرگ به دست بیاری. مطمئن باش که منافع فوق‌العاده‌ای در انتظارت خواهد بود. پدر پولدارم از من می‌خواست که یاد بگیرم چگونه پول را به کار گیرم و پول در خدمت من باشد، نه من در خدمت پول. این درس‌هایی را که با راهنمایی‌های او می‌توانستم از زندگی بیاموزم چیزی نبود که در کلاس درس مدرسه یاد بگیرم. پدر پولدارم درس اول را چنین ادامه داد: خوشحالم که به دستمزد 10 سنتی خودت اعتراض کردی. اگه عصبانی نمی‌شدی ولی با خوشحالی این مسئله رو می‌پذیرفتی، می‌تونستم بهت بگم که نتونستم چیزی بهت یاد بدم. می‌بینی که آموزش‌های واقعی نیاز به صرف انرژی و هیجان و اشتیاق زیاد برای رسیدن به هدف داره. عصبانیت و خشم بخش بزرگی از اون فرموله. اشتیاق و علاقه همراه با عصبانی شدن ضروریه. زمانی که حرف از پول میشه، اکثر مردم می‌خوان محتاطانه عمل کنن و احساس امنیت کنن. بنابراین شروع اشتیاق اونا نمیتونه راهنمای خوبی براشون باشه، برای اینکه ترس راهنمای اونا تو زندگیه. پرسیدم: پس برای همینی که یه شغل با دستمزد کم تا آخر عمرشون قبول میکنن؟ پدر پولدار پاسخ داد: آره، بعضیا میگن که من آدما رو استعمار میکنم. برای اینکه به اون اندازه که مزرعه شکر رو دولت به کارمنداش حقوق میده، من به کارمندام نمیدم. من میگم که مردم خودشون رو استعمار میکنن. این ترس اوناست که باعث یه چنین سلطه پذیری میشه، نه شخص من. پرسیدم: ولی فکر نمی‌کنی که شما باید یه دستمزد بالاتری به اونا بدید؟ نه، من اجباری ندارم. به علاوه پول بیشتر که حلال مشکلات نیست. به بابات نگاه کن، اون پول زیادی در میاره ولی هنوز نمیتونه صورت حسابشو بده. بیشتر مردم هر چی بیشتر پول در میارن، بدهی‌هاشون هم بیشتر میشه. با لبخندی پاسخ دادم: بنابراین به این علته که به من ساعتی 10 سنت دستمزد پرداخت می‌کردین. اینم یه بخشی از درس اولی که باید یاد بگیرم. پدر پولدار نیز لبخندی زد و گفت: درسته، میبینی پدرت به دانشگاه رفته و مدرک بالایی داره. اون میتونه یه حرفه‌ای رو با بالاترین درآمدی که میخواست داشته باشه، ولی اون هنوزم مشکلات مالی داره، برای اینکه تو مدرسه و دانشگاه هرگز چیزی راجع به پول یاد نگرفته. مهمتر از همه اینه که اون اعتقاد داره که باید برای پول کار کنه. پرسیدم: مگه شما این کارو نمی‌کنید؟ او پاسخ داد: در واقع نه. اگه می‌خوای یاد بگیری که برای پول کار کنی، پس تو همون مدرسه بمون. اونجا مناسب‌ترین جا برای چنین آموزشیه. ولی اگه میخوای بدونی که پول چطوری میتونه برات کار کنه، من بهت یاد میدم، البته اگه واقعا خودت بخوای. پرسیدم: یعنی هیچ کس دوست نداره که یه چنین دانشی داشته باشه؟ پدر پولدار پاسخ داد: نه، چون فقط تصور میکنن که کار خیلی ساده ایه که برای پول کار کنن، به خصوص اگه تو مسائل مالی احساس عمده شما ترس از ریسک کردن باشه. با چهره‌ای در هم کشیده پاسخ دادم: نمیفهمم. خب، حالا به خاطر درک نکردن این موضوع ناراحت نباش. فقط بدون که تنها ترس باعث میشه که آدما توی شغل درجا بزنن و پیشرفتی نداشته باشن. ترس از این که نتونن قبضای پرداختشون رو به موقع بدن، ترس از نداشتن پشتوانه مالی، ترس از شروع کردن دوباره. این ارزش آگاهی ما در جهت پیدا کردن حرفه یا کسب و کارمونه. بعدش هم کار کردن برای به دست آوردن پول. اکثر مردم برده پول هستن. بعدش هم از دست رئیس خودشون عصبانی میشن. پرسیدم: یعنی آموزش این که پول چجوری برامون کار کنه یه آموزش متفاوته؟ در آن صبح زیبای شنبه در هاوایی در سکوت نشستیم.
دوستانم حتما بازی بیسبال خود را شروع کرده بودند، ولی به دلایلی حال از اینکه تصمیم گرفته بودم ساعتی 10 سنت دستمزد بگیرم ناراضی نبودم. احساس می‌کردم دارم چیزهایی یاد می‌گیرم که دوستانم در مدرسه یاد نمی‌گیرند. پدر پولدارم پرسید: حالا برای آموزش حاضری؟ با لبخندی پاسخ دادم: کاملاً. پدر پولدارم پاسخ داد: من به قولم وفادارم. من دورادور مشغول تعلیم دادن به تو بودم. تو در 9 سالگی مزه پول درآوردن و چشیدی و می‌دونی که چه احساسی داره. فقط همین یه ماه اخیر زندگیت برابر با 50 سال زندگی بود. تو الان صاحب نظر هستی و می‌دونی که چه جوری یه عده عمر خودشونو با انجام دادن یه کارهایی به پایان میرسونن. پرسیدم: نمیفهمم. وقتی منتظر بودی که منو ملاقات کنی چه احساسی داشتی؟ زمانی که میخواستی استخدام بشی و زمانی که تقاضای دستمزد بیشتری میکردی چی؟ پاسخ دادم: وحشتناک. پدر پولدار گفت: اگه انتخابت تو زندگی این باشه که برای پول کار کنی مثل اکثر مردم میشی. حالا بگو ببینم، وقتی که خانم مارتین 30 سنت کف دستت گذاشت چه احساسی داشتی؟ گفتم: احساس میکردم کافی نیست، به نظرم میرسید که اصلا پولی دریافت نکردم، خیلی مایوس شدم. کاملا درسته. این احساسیه که اکثر کارمندا با دریافت چک حقوقشون دارن، به خصوص زمانی که بیمه و مالیات هم از حقوقشون کم میشه. حداقلش این بود که تو حقوقتو بدون کم و کاست 100% دریافت کردی. با حیرت پرسیدم: منظورتون اینه که اکثر کارمندا تمام حقوقشون رو یه جا دریافت نمیکنن؟ پدر پولدار پاسخ داد: به خدا نه، دولت همیشه اول سهم خودشو برمی‌داره. پرسیدم: چطوری این کارو میکنه؟ پدر پولدار پاسخ داد: مالیات. هر وقت یه پولی در میاری باید مالیاتشو بپردازی. هر وقتم که پول خرج میکنی بازم باید مالیات بدی. وقتی هم که پس انداز میکنی بازم باید مالیات بدی. حتی زمانی که میمیری هم باید مالیات بدی. خب پس چرا مردم به دولت اجازه میدن که چنین کاری باشون بکنه؟ او با لبخندی پاسخ داد: ثروتمندا چنین اجازه نمیدن. فقط آدمای متوسط و فقیر چنین اجازه میدن. شرط میبندم که درآمدم خیلی بیشتر از باباته، ولی اون بیشتر از من مالیات میپردازه. پرسیدم: چطوری چنین چیزی امکان داره؟ برای پسر بچه 9 ساله مثل من چنین واقعیتی درک کردنی و ملموس نبود. چرا مردم میذارن که دولت و حکومتشون با اونا همچین کاری کنه؟ پدر پولدار نشست و سکوت کرد. حدس میزنم میخواست به جای اینکه جویده جویده حرف بزنم به حرفایش گوش کنم. سرانجام من هم سکوت کردم. از آنچه شنیده بودم خوشم نیامده بود. میدانستم که پدرم همیشه از پرداخت مالیات سنگین گله دارد، ولی واقعا چاره ای نداشت. آیا زندگی سر ناسازگاری با او داشت؟ پدر پولدار چرخی در صندلیش زد و همچنان به من خیره ماند. پرسید: برای گوش کردن حاضری؟ سرم را به آرامی تکان دادم. خب همونطوری که گفتم خیلی چیزاست که باید یاد بگیری. یاد گرفتن اینکه پول چطوری برات کار کنه درسی از زندگیه. اکثر مردم 4 سال میرن دانشگاه و تحصیلاتشون تموم میشه، ولی من از قبل میدونم که آموزش در مورد پول درآوردن من سراسر زندگیم ادامه داره. برای اینکه هرچی بیشتر یاد میگیرم بیشتر نیاز به داشتن پول پیدا میکنم. اکثر مردم موضوع بررسی نمیکنن، اونا برای کار کردن تلاش میکنن، بعدش هم چک حقوقیشون رو دریافت میکنن، دست چکشون رو از نظر دخل و خرج متعادل نگه میدارن. همین. مهمتر از همه هم اینه که همیشه تعجب میکنن که چرا این همه مشکلات مالی دارن. بعد تصور میکنن که داشتن پول زیاد مشکل اونا رو حل میکنه. یه عده تشخیص میدن که به علت آگاه نبودن از مسائل مالی دچار مشکل میشن. من با سردرگمی پرسیدم: پس مشکلات مالی پدرم ناشی از اینه که در مورد پول اطلاعات نداره؟ پدر پولدار پاسخ داد: ببین، مالیات ها فقط یه بخش کوچیکی از آموزش به کار گرفتن پول برای شماست. حالا ببینم، هنوزم اشتیاق و علاقه برای آموزش داری؟ سرم را تکان دادم. پدر پولدار پرسید: خب حالا برگرد سر کارت، این بار من هیچی به تو نمیپردازم. با تعجب پرسیدم: چی؟ شنیدی چی گفتم؟ هیچ دستمزدی بهت نمیدم. تو هر روز شنبه 3 ساعت برای من کار میکنی، ولی من برای هر ساعتی که کار کنی حتی 10 سنت هم بهت نمیدم. مگه نگفتی میخوای آموزش ببینی که برای پول کار نکنی؟ منم نمیخوام بهت پول بدم. آنچرا که میشنیدم نمیتوانستم باور کنم. پدر مایک ادامه داد: این گفتگو رو قبلا با مایک هم داشتم. اون الان داره کار میکنه و گردگیری میکنه و اجناس بسته‌بندی شده رو برق میندازه، اونم مجانی. بهتره تو هم عجله کنی و سر کارت برگردی. فریاد زدم: عادلانه نیست، شما باید به ما دستمزد بدید. تو گفتی که میخوای آموزش ببینی؟ اگه این آموزشو الان نبینیم عین اون دوتا خانم و آقای محسنی که تو اتاقم نشسته بودن بارخواهی اومد که برای پول کار میکنن. همشون هم امیدوارن که یه روزی اخراجشون نکنن. یا مثل پدرت میشی که بیشترین درآمدو داره ولی فقط میتونه قرضایی که تا خرخره بالا آورده بپردازه. بعدش هم امیدواره که پول بیشتر مشکلاتشو حل میکنه. اگه اون چیزی رو که میخوای ایناست، ما بازم برمیگردیم به همون پرداخت دستمزد ساعتی 10 سنت. یا اینکه تو یه کاری رو که همه آدمای بزرگ انجام میدن بکن،
از اینکه دستمزد کافی نیست شکایت کن یا اینکه استعفا بده و برو دنبال یه کار دیگه. پرسیدم ولی من باید چیکار کنم الان؟ او ضربه آرام به سرم زد و گفت از این استفاده کن. اگه به خوبی از مغزت استفاده کنی، به زودی به خاطر موقعیتی که در اختیارت گذاشتم از من تشکر میکنی. بعدش هم یه مرد ثروتمند میشی. ایستاده بودم و هنوز باور نمیکردم با من چه معامله‌ای میشود. من به اینجا آمده بودم که ترقی کنم و اکنون از من درخواست میشد که بدون دریافت دستمزد کار کنم. پدر پولدار مجدداً ضربه ملایمی به سرم زد و گفت از این استفاده کن. حالا از اینجا برو و به کارت برس. پدر پولدار، پدر بی پول. درس اول: ثروتمندان برای پول کار نمی کنند. به پدر فقیرم نگفتم که به من دستمزدی داده نمی شود. شاید او هم نمی توانست بفهمد چرا، و من نیز سعی نداشتم چیزی را که خودم نیز هنوز نمی فهمیدم برایش توضیح دهم. از روزی که من و مایک هفته ای 3 ساعت شنبه ها کار می کردیم، بیشتر از 3 هفته می گذشت. کار مرا کسل و خسته نمی کرد و روال عادی کار آسان‌تر شده بود. به بازی بیسبال نرسیده بودم و حتی دیگر قادر نبودم کتاب‌های کمدی را بخرم. پدر پولدار ظهر آخرین شنبه هفته 3 سری به ما زد. صدای متوقف شدن خودروی وانت او را در توقفگاه شنیدیم. او وارد مغازه شد و با خانم مارتین سلام و احوال پرسی کرد و پس از اینکه از کم و کیف کارهای مغازه مطلع شد، به سوی صندوق فروش بستنی رفت و از فریزر 2 بستنی درآورد و پولش را پرداخت و به من و مایک اشاره کرد: بچه‌ها بریم پیاده روی. ما از خیابان رد شدیم، از برابر چند ماشین جا خالی دادیم و به چمنی سرسبز رسیدیم که عده‌ای از آدم بزرگ‌ها در آنجا توپ بازی می‌کردند. روی نیمکتی نشستیم و او بستنی‌ها را به من و مایک داد. اوضاع چطوره بچه‌ها؟ مایک گفت: خوبه. من هم به عنوان تصدیق حرف مایک سرم را تکان دادم. پدر پولدار پرسید: چیزی هم یاد گرفتید؟ من و مایک نگاهی کردیم، شانه‌ها را بالا انداختیم و به علامت بی‌اطلاعی سرمان را تکان دادیم. اجتناب از بزرگترین دام زندگی. خب شما پسرا بهتر بود که تو این مدت فکر میکردین. شما الان دارید به یکی از بزرگترین درسای زندگیتون نگاه میکنید. اگه درستون رو یاد گرفته باشید، از زندگی پرباری بهره‌مند میشید، زندگی همراه با امنیت و آزادی. ولی اگه درسو یاد نگرفته باشید، مثل خانم مارتین یا اکثر مردمی که تو این پارک توپ بازی میکنن میشید. اونا برای به دست آوردن پول سخت کار میکنن و به تصورات غلطی از امنیت شغلی خودشون پابندن و برای تعطیلات 3 هفتگی در سال و مختصر حقوق بازنشستگی بعد از 45 سال کار کردن انتظار میکشن. اگه این نوع زندگی شما رو به هیجان میاره، من به شما ساعتی 25 سنت پرداخت میکنم. من گفتم: ولی اینا آدمای زحمتکشی هستن، شما دارید اونا رو دست کم میگیرید. لبخندی بر صورت پدر پولدار نقش بست و گفت: خانم مارتین برای من مثل مادرم میمونه. من هرگز بی‌رحم نبودم، ولی ممکنه اینطوری به نظر بیام. من نهایت تلاشمو در مورد شما 2 نفر میکنم. من میخوام دید شما رو نسبت به زندگی گسترش بدم تا بتونید یه چیزایی رو ببینید، چیزی که اکثریت مردم از دیدن اون سودی نبردن، به دلیل اینکه بینش اونا تنگ نظرانه و کوتاه فکرانه است. من و مایک بدون اطمینان از درک این پیام نشسته بودیم. او به نظر بی‌رحم و ظالم می آمد، ولی هنوز می توانستیم احساس کنیم که او واقعا میخواهد ما چیزی را بدانیم. پدر پولدار با لبخند گفت: ببینم، ساعتی 25 سنت کافی نیست؟ ضربان قلبتون تندتر نشده؟ سرم را تکان دادم و گفتم نه. ولی واقعا آنطوری که می گفت بود. ساعتی 25 سنت برایم پول خوبی بود. پدر پولدار با لبخندی کنایه آمیز گفت: باشه، ساعتی 1 دلار به تو میدم. قلبم داشت به سرعت می زد، مغزم سوت می کشید. قبول کن، قبول کن. نمی توانستم آنچه را که می شنیدم باور کنم، ولی چیزی نگفتم. بسیار خوب، ساعتی 2 دلار. قلب و مغز 9 ساله من داشت می ترکید. هرچه بود، در سال 1956 پرداختن ساعتی 2 دلار مرا ثروتمندترین بچه دنیا می کرد. اصلا نمی توانستم تصورش را بکنم. می خواستم بگویم بله، می خواستم موافقت کنم. دلم می خواست با داشتن 1 دوچرخه و 1 جفت دستکش نو تحسین دوستانم را در مورد دستمزدم مجسم کنم و مهمتر از همه این که جیمی و دوستان پولدارش دیگر نمی توانستند مرا بچه فقیر صدا کنند. ولی بنا به دلایلی دهنم بسته ماند. شاید مغزم به شدت داغ کرده و فیوز سوزانده بود، ولی ساعتی 2 دلار را عمیقا دوست داشتم. بستنی آب شده بود و از دستم میریخت و چوبش خالی میشد و مورچه ها از خوردن وانیل و شکلات روی زمین لذت میبردند. پدر پولدار به 2 پسر بچه‌ای که به او خیره شده بودند و مغزشان تهی و چشمهایشان گشاد شده بود نگاه میکرد. او میدانست که ما را آزمایش میکند و نیز میدانست که احساسمان میگوید شرایط او را بپذیریم.
او میدانست که هر انسانی ضعف و خلایی در روحش دارد که میشود آن را با پول خرید. در ضمن میدانست که بخشی از مغز هر انسانی هم آنقدر محکم است که نمیتوان آن را خرید. او فقط از ما سوال کرده بود تا ببیند که کدام یک از ما قوی تریم. او هزاران نفر را در زندگیش آزموده بود. وقتی میخواست کسی را استخدام کند با خیلی از افراد مصاحبه میکرد. بسیار خوب، ساعتی 5 دلار. ناگهان سکوتی از درونم جاری شد. چیزی تغییر کرده بود. پیشنهاد او رقم بسیار بالایی بود و حالت مضحکی داشت. در سال 1956 کمتر کسی بود که ساعتی 5 دلار کار کند. وسوسه از وجودم رخت بربست و آرامشی بر من مستولی شد. بخش ضعیف و نیازمند روحم آرام شده بود و آن قسمت از وجودم که کسی نمیتوانست به هیچ بهایی آن را بخرد عرض اندام میکرد. سکوت و اطمینانی در مورد پول بر مغز و قلبم حاکم شده بود. متوجه شدم که مایک هم به آن دیدگاه رسیده است. پدر پولدار با ملایمت گفت: خب، اکثر مردم یه قیمتی دارن و قیمت اونا به دلیل داشتن یه احساسیه که بهش میگن ترس و طمع. اول ترس از بیپولی ما رو تشویق به کار کردن زیاد میکنه. بعدش زمانی که چک حقوقیمون رو دریافت کردیم، حرص و طمع وادارمون میکنه که یه جوری بتونیم درآمد بیشتری داشته باشیم تا همه نیازهای خودمون رو تهیه کنیم. اینجاست که یه الگویی شکل میگیره. پرسیدم: چه الگویی؟ گفت: الگوی از خواب بیدار شدن، سخت کوشی، پرداخت قبض‌ها. بیدار شدن، سرکار رفتن، پرداخت قبض‌ها. اونا تا آخر عمرشون با دو نوع احساس زندگی میکنن: ترس و طمع. هرچی بیشتر پول در میارن، تو چرخه زندگیشون هزینه بیشتری میکنن. دخل و خرجشون هم یکی میشه. این همون چیزیه که من بهش میگم تلاش موش. مایک پرسید: راه دیگه‌ای هم هست؟ پدر پولدار به آرامی گفت: آره عزیزم، ولی عده کمی به اون دست پیدا میکنن. مایک پرسید: اون روش چیه؟ پدر پولدار جواب داد: اون روشیه که امیدوارم شما پسرها ضمن کار آموزش با من خودتون پیداش کنید. من به همون دلیلی که دستمزد شما رو حذف کردم. مایک پرسید: بدون هیچ اشاره‌ای؟ ما هم از اون آدمای پرتلاشی هستیم که دیگه خسته شدیم، به خصوص که هیچ دستمزدی هم نمیگیریم. پدر پولدار پاسخ داد: خب اولین گام گفتن واقعیته. مایک گفت: خب ما که دروغ نگفتیم که. پدر پولدار پاسخ داد: من که نگفتم شما دروغ گفتید، گفتم بازگو کردن واقعیت. پرسیدم: واقعیت در مورد چی؟ پدر پولدار پاسخ داد: این که چه احساسی دارید. شما اون احساسو به هیچ کس نمیگید مگر به خودتون. پرسیدم: منظورتون اینه که همه کسایی که تو پارک توپ بازی میکنن یا اینکه تمام کارکنای شما حتی خانم مارتین این کارو نمیکنن؟ پدر پولدار پاسخ داد: تردید دارم. در عوض اونا از بی پولی میترسن. به جای مهار کردن حراس خودشونو فکر کردن، واکنش نشون میدن. اونا به جای اینکه از عقاید خودشون استفاده کنن، با هیجان در مورد بی پولی واکنش نشون میدن. پدر پولدار در حالی که ضربه ملایمی به سر هر دو نفر ما میزد ادامه داد: اون وقت صاحب یه مقدار دلار میشن و مجدداً احساس خوشحالی و موفقیت و بازم حرص و طمع اونا رو فرا میگیره و دوباره واکنش نشون میدن بدون اون که فکر کنن. مایک گفت: پس اونا به جای فکر کردن با احساس خودشون رفتار میکنن؟ پدر پولدار پاسخ داد: کاملاً درسته. به جای ابزار افکار خودشون مطابق هیجانات خودشون رفتار میکنن و کوچکترین فکری نمیکنن. اونا احساس ترس میکنن، سر کار میرن و امیدوارن که با پول بیشتر بتونن به ترس خودشون غلبه کنن و اونو یکم تخفیف بدن. ولی اینطوری نمیشه. ترس همیشه با اوناست، چرا که گرفتار اینجوری کار کردن هستن. پول به دست میارن، کار میکنن، پول به دست میارن، کار میکنن و همینطور الی آخر. بعدش هم امید دارن که ترسشون کم بشه، ولی هر روز صبح که از خواب بیدار میشن، اون ترس همیشگی هم باهاشون بیدار میشه. حتی همین ترس میلیون ها آدم رو وادار میکنه که سراسر شب رو بیدار بمونن و یه شب توأم با اضطراب و آشوب رو سپری کنن. بنابراین بیدار میشن و سر کار میرن به امید اون که چک حقوقیشون ترسی رو که عین خوره به رویشون افتاده از بین ببره. پول تو زندگی اونا جریان داره، ولی اونا از گفتن واقعیت در مورد اون میترسن. پول حتی احساسات و روح و روان اونا رو هم در اختیار داره. پدر پولدار به آرامی نشست و گذاشت تا حرفایش را خوب درک کنیم. من و مایک حرفایش را شنیدیم، ولی واقعا و به درستی نفهمیدیم که او در مورد چه چیز صحبت میکند. من فقط میدانستم که اغلب تعجب میکنم از اینکه بزرگترها این همه برای کار کردن عجله میکنند و به نظر نمیرسید که آنها از آن همه کار کردن لذت ببرند و راضی و خوشحال نیز به نظر نمیرسیدند. لیکن چیزی آنها را به شدت وادار به سخت کوشی میکرد. زمانی که پدر پولدار تشخیص داد تا حد امکان مجذوب سخنان او شده ایم، ادامه داد: از شما پسران میخوام که اینطور گرفتار نشید. این تنها چیزیه که میخوام به شما یاد بدم.
نه تنها در مورد پولدار شدن، بلکه برای اثبات این واقعیت که حتی پولدار شدن هم مشکلی رو حل نمی‌کنه. با تعجب پرسیدم: مشکلی رو حل نمی‌کنه؟ نه عزیزم، حل نمی‌کنه. بذارید حرفمو با یه احساس دیگه‌ای که اسمش اشتیاقه به پایان برسونم. بعضی‌ها بهش میگن حرص و طمع، ولی من ترجیح میدم بهش احساس اشتیاق بگم. کاملا طبیعیه که مشتاق باشی تا چیز بهتر و قشنگتر و جالبتر و مهیج‌تری داشته باشی. بنابراین مردم بیشتر به خاطر اشتیاق و علاقه‌هاشون کار می‌کنن. اونا مشتاق هستن که پول به دست بیارن تا در جهت خرید چیزایی که باعث شادیشون میشه هزینه کنن. ولی لذتی که با پول خریده میشه دوامی تو زندگیشون نداره و خیلی زود نیاز به پول بیشتری احساس میشه تا به لذت‌های بیشتر و تفریحات و رفاه امنیت بیشتری دست پیدا کنن. بنابراین همچنان کار میکنن با این تصور که با داشتن پول روحشون از ترس، ناراحتی و علاقه رهایی پیدا میکنه، ولی پول چنین کاری نمیتونه بکنه. مایک پرسید: حتی آدمای ثروتمندم؟ او پاسخ داد: حتی شامل آدمای ثروتمندم میشه. در حقیقت دلیل اینکه ثروتمندا پول دارن اشتیاق و علاقه شون به پول نیست، بلکه بیشتر به علت ترسشون از بیپولیه. اونا واقعا فکر میکنن که داشتن پول میتونه ترس از بیپولی رو برطرف کنه. بنابراین کلی پول به دست میارن و اونو پس انداز میکنن. ولی متوجه میشن که ترس در وجودشون بدتر شده. اونا میدونن که ترس حتی احساس مالکیت رو نیز از دست آدم میبره. یه دوستایی دارم که حتی در اوج پولدار بودن بازم به کار کردن ادامه میدن. من کسایی سراغ دارم که میلیون ها دلار دارن، ولی ترسشون بیشتر از زمان بیپولیشونه. اونا الان میترسن که داراییشون رو از دست بدن. بعدش هم ترسایی که اونا رو وادار به ثروتمند بودن کرده بیشتر میشه. اون حالت نیاز و ضعف بخشی از روحشون بلندتر فریاد میزنه. اونا نمیخوان که خونه های بزرگ و ماشین و زندگی سطح بالایی رو که پول ثروتشون بهشون داده از دست بدن. اونا ناراحت هستن که اگه همه دارایی خودشون رو از دست بدن دوستاشون چی بهشون میگن. اگرچه اونا از نظر مالی خیلی پول دارن، ولی از نظر عاطفی مستصل و بیش از حد نگرانن. پرسیدم: پس آدم فقیر راضی تره؟ پدر پولدار پاسخ داد: نه، فکر نمی کنم. فرار کردن از مسائل مادی و پول دقیقا مثل داشتن تعلق خاطر و حرص و طمع برای داشتن مال و دارایی ریشه روانی داره. در این لحظه انگار به عنوان شهود یا سرمشقی برای من بی خانمان شهرمان از کنار میز ما رد شد، سری به سطل آشغالی زد و شروع به جستجو در داخل آن کرد. هر سه نفر ما که احتمالاً قبلاً توجهی به او در شهر نداشتیم با علاقه تماشایش می‌کردیم. پدر پولدار یک دلار از کیفش بیرون آورد و به آن مرد اشاره‌ای کرد. آن مرد بی خانمان با دیدن پول بیدرنگ به سمت ما آمد و پول را گرفت و از پدر پولدار خیلی تشکر کرد و به خاطر بخت خوبی که آن روز به او روی آورده بود با مسرت ما را ترک گفت. پدر پولدار گفت: این مرد فرق چندانی با بیشتر کارکنان من نداره. اشخاص زیادی رو سراغ دارم که گفتن من علاقه به پول و مادیات ندارم، اما همین آدما روزی 8 ساعت کار میکنن. این همون کتمان واقعیته. اگه اونا علاقه به پول ندارن پس چرا کار میکنن؟ این نوع طرز تفکر احتمالاً بیشتر از کسی که به فکر مالاندوزی میتونه ریشه روانی داشته باشه. همانطوری که نشسته و به حرفای پدر پولدار گوش میکردم به گذشته ها برگشتم و اینکه پدر خودم بارها گفته بود من علاقه به پول ندارم و اغلب هم تکیه کلامش همین حرف بود و با گفتن این جمله کار کردن خود را چنین توجیه میکرد: خب من کار میکنم چون شغلمو دوست دارم. پرسیدم: خب چی کار باید کرد؟ تا زمانی که ترس و طمع وجودمون رو ریشه یابی نکنیم و از بین نبریم نباید واسه پول کار کنیم؟ پدر پولدار پاسخ داد: نه، این کار یه نوع وقت تلف کردنه. احساسات و عواطفه که ما آدما رو میسازه. ما باید خودمون رو به معنای واقعی بسازیم. کلمه احساس و عاطفه معرف انرژی در حرکت ماست. پس در مورد احساسات خودتون صادق باشید و فکر و احساستون رو تایید کنید، نه اینکه اونو بر ضد خودتون به کار ببرید. مایک گفت: وای خدا جون. پدر پولدار گفت: در مورد اون چیزی که گفتم ناراحت نباشید. این حرفا در طول سالیان احساس بیشتری رو در شما بیدار میکنه. در برابر عواطف و احساساتتون ناظر باشید، نه واکنشگر. اکثر مردم نمیدونن که احساسات و عواطف اونا موجب فکرشون میشه. پرسیدم: میتونی یه مثالی در این مورد برای ما بزنید؟ پدر پولدار پاسخ داد: البته. وقتی که یه نفر میگه نیاز دارم که یه شغل داشته باشم، این همون احساسیه که اونو وادار به تفکر میکنه. ترس از بیپولی اون تفکر و احتیاج به پیدا کردن شغل رو در اون به وجود میاره. گفتم: ولی مردم مجبورن کار کنن تا بتونن صورت حسابای خودشونو بپردازن و هزینه زندگیشونو بدن. پدر پولدار پاسخ داد: مطمئنن همینطوره. تمام اون چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که ترس باعث اندیشه شما میشه. مایک گفت: نمیفهمم. پدر پولدار گفت: مثلا اگه ترس از بیپولی نباشه، به جای اینکه فوراً به فکر یه شغل و حرفه جدید بیفتیم،
و با دریافت یه دستمزد یکم از ترسمون رو کم کنیم، ممکنه از خودمون بپرسیم آیا داشتن یه شغل میتونه راه حل همیشگی برای این ترس ما باشه؟ به عقیده من پاسخ نه، به خصوص وقتی که یه نگاهی به عمر مفید زندگیمون میندازیم. یه شغل در حقیقت یه راه حل کوتاه برای مشکل دراز مدت ماست. من با سردرگمی و گیجی گفتم ولی پدرم همیشه میگه مدرسه و دانشگاه برو، نمره های عالی بگیر و با یه مدرک خوب یه شغل مطمئن و با تضمین پیدا کن. او با لبخند پاسخ داد آره میدونم که اون اینطوری میگه، اکثر مردم یه چنین توصیه هایی دارن، برای بیشتر آدم هم نیست فکر خیلی خوبیه، ولی مردم در مرحله اول و عمدتاً به دلیل ترس این پیشنهادو میکنن. گفتم منظورتون اینه که پدر من به علت ترسی که داره همچین پیشنهادی به من میکنه؟ پدر پولدار پاسخ داد آره، اون میترسه که مبادا تو قادر نباشی پول در بیاری و خودتو تو اجتماع جا بندازی. من اشتباه نمیکنم، محکومم نکن، اون تو رو دوست داره و بهترین ها رو برات میخواد. به نظر من ترس اون عادلانه است. داشتن تحصیلات عالی و شغل خوب خیلی مهمه، ولی ترس ما رو مهار نمیکنه. متوجه هستی که همون ترسی که اونو وادار میکنه صبح زود بیدار بشه و به سر کار بره تا چند دلاری به دست بیاره، باعث میشه که در مورد مدرسه رفتن تو هم این همه تعصب نشون بده. پرسیدم خب شما چه پیشنهادی دارید؟ جواب داد میخوام قدرت پول با مهارت تمام به تو یاد بدم تا ازش نترسی. تو مدرسه چنین آموزشی به کسی نمیدن، اگه این مسئله رو یاد نگیری برده پول میشی. سرانجام احساسی داشت در ما بیدار میشد. او از ما میخواست تا در مورد این موضوع دیدی وسیع‌تر داشته باشیم. برای دیدن آنچه خانم مارتین و کارکنانش نمیتوانستند مشاهده کنند، او از مثالی استفاده میکرد که در آن زمان بی‌رحمانه به نظر میرسید، ولی من هرگز آن را فراموش نکردم. دید من از آن روز وسعت بیشتری پیدا کرد و شاهد مخمصه‌ای بودم که اکثریت مردم گرفتار آن بودند، مخمصه‌ای که دو احساس ترس و طمع در مردم ایجاد میکرد. پدر پولدار گفت ترس و طمع رو به نفع خودتون به کار بگیرید، نه بر ضد خودتون. این تنها چیزیه که دوست دارم به شما یاد بدم. من دوست ندارم به شما یاد بدم که یه عالمه پول انباشته کنید. این موضوع کمکی در جهت از بین بردن ترس یا طمع شما نمی‌کنه. اگه اول زندگیتون نتونید به این دوتا احساس غلبه کنید و هدفتون فقط ثروتمند شدن باشه، صرفاً یه برده محسوب میشید که برای خریدنش پول زیادی هزینه شده. پرسیدم چطوری میشه از افتادن تو این مخمصه اجتناب کرد؟ گفت دلیل عمده فقر یا تلاش برای امور مالی ترس و غفلته، نه اقتصاد یا دولت یا حتی ثروتمندا. این ترس خودآزاری و آگاه نبودن و غفلت خود آدماست که اونا رو دچار گرفتاری میکنه. بنابراین شما پسرا به درس خوندن ادامه بدید و حتی مدرک دانشگاهی خودتونم بگیرید. من فقط به شما یاد میدم که چطوری از این مخمصه دور بمونید. گره ها گشوده و پاسخ معماها پیدا میشد. پدر بسیار تحصیل کرده من مدرک تحصیلی بسیار بالا و شغل والایی داشت، ولی در مدرسه و دانشگاه هرگز به او نگفته بودند که با پول یا ترس خود چگونه برخورد کند. روشن بود که من به روش دیگر می توانستم آموزش ببینم و از این دو پدر مسائل مهمی را یاد بگیرم. مایک پرسید خب شما در مورد ترس از بیپولی صحبت می کردید، حالا بگید چطوری حرص و طمع یا به قول شما علاقه به داشتن پول می تونه موجب تفکر ما بشه؟ پدر گفت زمانی که پیشنهاد کردم دستمزدتون رو بالا ببرم چه احساسی کردید؟ متوجه شدی که حرص و علاقه شما بیشتر میشه؟ ما سرمان را به عنوان تایید حرف او تکان دادیم. او ادامه داد ولی بدون تسلیم احساسات شدن تونستید در مورد واکنش سریع خودتون فکر کنید. این موضوع خیلی مهم بود. ما همیشه یه احساساتی در مورد ترس و طمع خودمون خواهیم داشت. از حالا به بعد خیلی ضروریه که شما دو نفر تو دراز مدت از این دوتا احساس خودتون در جهت پیشرفت مقاصدتون استفاده کنید و فقط سعیتون بر این نباشه که این احساسات بر شما حاکم باشن و زندگیتون رو به دست بگیرن. اکثر مردم ترس و طمع خودشون رو بر ضد زندگی خودشون به کار میگیرن و با این دوتا احساس زندگیشون رو شروع میکنن. اکثر مردم به دلیل ترس و طمع زندگی خودشون رو صرف دریافت دستمزد و پرداخت هزینه‌های زندگی و حفظ شغل آینده‌دار خودشون میکنن، بدون اینکه بپرسن این افکار تابع احساسات اونا رو تا کجا میبره. این درست مثل یه صحنه است که یه خر به یه گاری بسته شده، بعدش هم اونو داره میکشه. صاحب خرم یه هویج بالای بینی خر نگه داشته. ممکنه که صاحب خر به هر جا که دوست داره بره، ولی خر در تعقیب تصور غلط خودشه. فردا هم فقط یه هویج نصیب خره میشه. مایک پرسید منظورتون اینه که لحظه‌ای که شروع به تجسم یه دستکش نوع بیسبال، آب نبات یا چیزای تازه دیگه تو ذهنم کردم، مثل همون هویجیه که صاحب خر برای کار کشیدن از اون به اون میده؟ پدر پاسخ داد آره درسته، همینطوری که بزرگ میشی اسباب تفریح تو هم گرونتر میشه، ماشین جدید، قایق، خونه بزرگ تا بتونی دوستاتو تحت تاثیر قرار بدی.
پدر پولدار با لبخند ادامه داد: ترس تو رو از در بیرون میکنه و حرص و طمع صدات میزنه و به سمت صخره‌ها میکشونه. این همون تله‌ایه که گفتم. مایک پرسید: خب جواب چیه؟ راه حل کدومه؟ پدر پولدار گفت: اون چیزی که ترس و طمع باعث تشدیدش میشه جهالت و آگاه نبودن ماست و به همین علته که ثروتمندا هر چه بیشتر پول به دستشون میرسه ترسشون بیشتر میشه و بازم تلاش میکنن ثروتمندتر بشن. پول همون هویج و همون تصور غلطه. اگه خر میتونست کل تصویر و تجسم خودش رو ببینه ممکن بود که دیگه دنبال هویج نباشه و در انتخاب خودش تجدید نظر کنه. پدر پولدار در ادامه توضیحاتش گفت: زندگی انسان مبارزه بین جهل و روشن شدن افکارش. زمانی که یه نفر از جستجو برای کسب آگاهی از دانش و دانسته‌های دیگرون دست میکشه، جای اون تحقیق رو جهالت میگیره. من به این مبارزه میگم تصمیم لحظه به لحظه، یعنی اینکه یاد بگیریم چطوری ذهن یه نفر رو بسته نگه داریم یا اونو گسترش بدیم. پدر پولدار گفت: ببینید، مدرسه و دانشگاه جای بسیار بسیار با ارزش و مهمی برای آموزش مهارت‌ها یا حرفه‌هاست تا بتونی یه عضو مفیدی برای اجتماع باشی. در هر فرهنگی به معلم، استاد، پزشک، مهندس، مکانیک، هنرمند، آشپز، حسابدار، تاجر، افسر، مأمور پلیس، مأمورای آتش‌نشانی، بقال و قصاب، سرباز و غیره نیاز دارن. مدارس هم اونا رو تربیت میکنن و آموزش میدن. بنابراین فرهنگ ما میتونه یه فرهنگ موفق و پر رونق و پیشرفته باشه. متاسفانه به نظر بیشتر مردم مدرسه یا دانشگاه آخر کاره، نه اول اون. سکوتی طولانی حکم فرما شد. پدر پولدار لبخند میزد. همه ی حرفایی را که آن روز گفت من نفهمیدم، ولی مانند بزرگترین و مفیدترین آموزگارانی که سالها درس میدهند و پس از آن که ما را ترک میکنند همواره حرفایشان را به یاد داریم، گفته های پدر پولدار را نیز تا به امروز به یاد دارم. پدر پولدار گفت: امروز من یکم سنگدل و بی‌رحم به نظر میرسم. بی‌رحم بنا به یه دلیل خاص. میخوام همیشه این گفته منو به خاطر داشته باشید. من از شما میخوام که همیشه به خانم مارتین فکر کنید، همینطور به اون خری که براتون مثال زدم. هرگز فراموشش نکنید، چون اگه نتونید از دوتا احساس ترس و طمع خودتون فرار کنید، اونا بر افکار شما تسلط پیدا میکنن، بعدش هم به دام میافتید. اگه زندگیتون رو با این ترس سپری کنید، هیچ وقت نمیتونید به آرزوهای خودتون دست پیدا کنید و این آخر رنج و مشقته. فقط برای پول کار کردن و تصور این که با داشتن پول خیلی چیزا میتونید بخرید و خوشحال بشید، اینم رنج‌آور و مشقت‌باره. بیدار شدن نیمه های شب و دوچار ترس پرداخت صورت حساب بودن روش خطرناکی برای زندگیه. زندگی که بر مبنای چک حقوق باشه در واقع زندگی نیست. تصور این که یه شغلی که دارید احساس امنیت برای شما ایجاد میکنه یه دروغ بیشتر نیست. دروغی که خودتون دارید به خودتون میگید. اینا افکار و کارهای ظالمانه‌ایه که میخوام تا حد امکان شما رو آگاه کنم تا از اون دوری کنید. من دیدم که پول چطوری زندگی مردم رو اداره میکنه. اجازه ندید که چنین چیزی برای شما اتفاق بیفته. لطفاً اجازه ندید که پول زندگیتون رو اداره کنه. توپی در میز ما افتاد. پدر پولدار آن را برداشت و به عقب پرتاب کرد. پرسیدم: خب ندونستم و جهالت ما چه ربطی به ترس و طمع ما داره؟ او پاسخ داد: بی اطلاعی در مورد پول باعث طمع و حراس بیشتر میشه. بذارید چند تا مثال براتون بگم. یه پزشک برای اینکه خانواده‌اشو به نحو احسن تامین کنه، ویزیتشو گرون میکنه. با بالا رفتن حق ویزیتش، هزینه بهداشت و درمان برای همه گرونتر میشه. خب این مسئله به طبقه فقیر آسیب بیشتری میرسونه. بنابراین مردم فقیر و بی پول کمتر از ثروتمندا سالم هستن. چون دکترها ویزیت خودشونو بالا میبرن، وکلا هم دستمزد خودشونو بالا میبرن. به همین دلیل معلم‌ها و استادام دستمزد بالایی میخوان. همه این عوامل باعث بالا رفتن مالیات‌ها میشه. یک ریز و بی‌وقفه. و چیزی نمیگذره که اختلاف و شکاف بزرگی بین پدر پولدار و پدر بی پول میفته که باعث آشفتگی میشه و یه جامعه متمدن بزرگ دیگه از هم میپاشه. یه جامعه متمدن بزرگ زمانی از هم میپاشه که شکاف بین دارا و ندار بیشتر و بیشتر میشه. آمریکا هم داره همین خط سیر رو طی میکنه. یه بار دیگه ثابت میشه که تاریخ خودش رو تکرار میکنه، چون ما از تاریخ درس نمیگیریم. ما فقط قراردادهای تاریخی و اسامی مهمو به یاد داریم، نه درسی که باید از تاریخ یاد بگیریم. پرسیدم: پس قیمت‌ها و دستمزدا نباید بالا بره؟ نه تو اجتماع با فرهنگ و تعلیم دیده‌ای که حکومت پیشرفته داره. البته اغلب این مسئله تو فرضیه‌ها واقعیت داره. قیمت‌ها و دستمزدا به علت ترس و طمع ناشی از جهالت بالا میره. اگه مدرسه‌ها در مورد پول به مردم آگاهی می‌دادن، امکان داشت قیمت‌ها پایین می‌موند و پول بیشتری تو دست و بال مردم بود. ولی مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها فقط روی آموزش افراد برای کار کردن، برای پول درآوردن تمرکز می‌کنن. اونا به مردم یاد نمی‌دن که چطوری اقتدار پول رو مهار کنن. مایک پرسید:
ولی چرا؟ ما مدرسه یا دانشگاه بازرگانی داریم. شما چرا منو تشویق نمی‌کنید که به مدرسه بازرگانی برم و فارغ التحصیل بشم؟ پدر پولدار پاسخ داد: درسته، ما مدارس بازرگانی داریم، ولی بیشتر کارمندایی رو تربیت می‌کنن که تو شمارش ژتون‌های پول مجرب میشن. خدا نکنه که یه حسابدار ژتون شمار زمام امور داد و ستد رو به دست بگیره. هر کاری که می‌کنه با ارقامه، مردم رو به آتیش می‌کشه، تجارت رو نابود می‌کنه. من میدونم چی میگم، برای اینکه این حسابدارا و ژتون شمارا رو خودم استخدام میکنم. همه اون چه دربارش فکر میکنن اینه که باید ارزشا رو پایین بیاریم و قیمتا رو بالا ببریم. ژتون شماری کار مهمیه و ای کاش همه مردم اونو بلد بودن، ولی این کل قضیه نیست. او جمله آخر را با عصبانیت هرچه بیشتر ادا کرد. مایک پرسید: چاره ای هست؟ پدر پولدار گفت: بله، فقط اگه یاد بگیرید از عاطفه خودتون چطوری تو فکرتون استفاده کنید، نه اینکه مطابق احساستون فکر کنید. اولین بار که شما پسرها احساسات خودتون رو مهار کردید وقتی بود که گفتید با کار رایگان موافقید. من به شما امیدوار شدم. بار دوم که پیشنهاد دستمزد بالاتری بهتون کردم، بازم به احساس خودتون غلبه کردید و نپذیرفتید. شما بدون اون که به فکر پول باشید یاد گرفتید که اول فکر کنید. این مرحله اوله. پرسیدم: چرا این مرحله این همه مهمه؟ پاسخ داد: خب فهمیدن این بستگی به خودت داره. اگه میخوای یاد بگیری، شما دو نفر رو به خارزار میبرم، جایی که اکثر مردم از رفتن به اونجا وحشت دارن. اگه شما با من بیاید، از عقیده کار برای پول دست میکشید و در عوض یاد میگیرید کاری کنید که پول براتون کار کنه. پرسیدم: اگه با شما بیایم چه چیزی به دست میاریم؟ اگه موافقت کنیم که از شما چیزی یاد بگیریم چی پیش میاد؟ چی به دست میاریم؟ او پاسخ داد: همون چیزی که برای رابیت به دست آورد، رهایی از دست تار بیبی. من پرسیدم: اونجا خارزاره؟ پدر پولدار پاسخ داد: بله، خارزار همون ترس و طمع ماست. بررسی دقیق ترسمون و مواجه شدن با طمع خودمون، ضعف‌هامون و نیازهامون یه کار عجیب غریبه. عجیب‌تر اینه که بتونیم به فرمان مغزمون فکر کنیم نه احساساتمون، و افکارمون رو انتخاب کنیم. مایک با حالت سردرگمی پرسید: انتخاب افکار؟ آره، انتخاب اون چه تصور می‌کنیم بیشتر تو احساساتمون تأثیر می‌ذاره. به جای بیدار شدن و سر کار رفتن و برده مشکلات شدن، اونم به علت ترس از بیپولی برای پرداخت صورت حسابامون، باید عمیق و منطقی فکر کرد. فکر کردن نیاز به زمان داره تا از خودتون یه سوالایی بپرسید. سوالایی مثل این: آیا زیاد کار کردن حلال مشکلات منه؟ اکثر مردم از اینکه واقعیت رو به خودشون بگن میترسن. اینکه اون ترس مهار کردنیه، اینکه اونا نمیتونن فکر کنن و در نتیجه هر روز از خونهشون بیرون میزنن و هی کار میکنن و هی کار میکنن. به همون علته که میگم افکارتون رو انتخاب کنید. مایک پرسید: حالا چطوری عمل کنیم؟ پدر پولدار پاسخ داد: چیزی که به شما یاد میدم اینه. به شما یاد میدم که برای بررسی مشکلات خودتون به جای واکنش غیر ارادی چاره اندیشی کنید، یعنی اندیشتون رو انتخاب کنید، همونطوری که قهوه صبونتون رو یه نفس سر میکشید و میرید سر کار. اون چیزی رو که قبلا بهتون گفتم به خاطرتون بیارید. داشتن شغل یه راه حل کوتاه برای مشکلات طولانی مدت ماست. اکثر مردم فقط یه مشکل ذهنی دارن، اونم مشکل کوتاه مدتیه. صورت حسابا آخر ماهه که خلاص شدن از اون تقریبا امکان نداره. حالا پول زندگی اونا رو میچرخونه، یا بهتره بگم که ترس و عدم اطلاع در مورد پول باعث گذران زندگی اوناست. بنابراین یه کاری رو انجام میدن که نسلهای گذشته و پدر مادرشون میکردن. هر روز صبح از خواب بلند میشن، برای به دست آوردن پول سر کار میرن، بدون اون که فرصتی داشته باشن که از خودشون بپرسن یه راه و چاره دیگه هم هست یا نه. فقط احساسات بر اندیشه اونا حاکمه، نه مغزشون حاکم بر زندگیشون. مایک پرسید: میتونید تفاوت بین اندیشه توأم با احساسات و اندیشه رو که با درایت عقل خود میکنیم بگید؟ پدر پولدار پاسخ داد: آره، همیشه از من این سوالو میپرسن. من چیزای نظیر این گفته‌ها رو بارها و بارها میشنوم. خب هر کسی باید کار کنه، یا مثلا ثروتمندا آدمای کلاهبرداری هستند، یا یه شغل دیگه پیدا میکنم، من شایسته دستمزد بالاتری هستم، شما نمیتونی به من امر و نهی کنی، یا مثلا من این کارو دوست دارم چون آینده داره. به جای اینکه بپرسن آیا چیزی هست که من اونو فراموش میکنم، که این سوال همون اندیشه توأم با احساساتو در هم میشکنه و یه فرصت به شما میده که با مغزتون فکر کنید. بایستی قبول کنم که واقعا آن درس بسیار بزرگی بود که آموختم. اینکه بدانم چه زمانی شخص خارج از حیطه احساسات و یا خارج از تفکرات دقیق و روشنش حرف میزند، این درسی بود که در تمام مدت زندگیم خدمت بزرگی به من کرد، به ویژه زمانی که میخواستم بدون مهار احساساتم و با اندیشه غلط سخن بگویم. زمانی که عازم مغازه میشدیم، پدر پولدار توضیح داد که آدمهای ثروتمند واقعا پولساز هستند و آنها برای پول کار نمیکنند.
او در ادامه توضیحاتش گفت زمانی که من و مایک به خاطر 5 سنت اضافی می‌خواستیم از کار کنار برویم، فکرمان پولسازی بود و افکارمان به طرز فکر ثروتمندان خیلی نزدیکی داشت. مشکل این بود که انجام دادن این کار برای ما غیرقانونی بود. این کار برای دولت و بانک‌ها کاری قانونی است، نه برای ما. او توضیح داد که روش‌های قانونی و غیرقانونی بسیاری برای پول درآوردن هست. پدر پولدار در ادامه توضیحاتش گفت آدمای ثروتمند می‌دونن که پول تصور کاملا غلطیه، همونطوری که داشتن هویج یه تصور غلط برای اون خره بود. فقط با از بین بردن ترسه که میلیاردها انسان میتونن تجسم غلطی از پول نداشته باشن و مفهوم واقعی پول رو درک کنن. پول واقعا ساخته شده. به خاطر ناآگاهی از تصورات غلطی از اعتماد و ناآگاهی توده مردمه که در حقیقت یه خونه از کارتهای اعتباری بنا میشه. در بسیاری از موارد همون هویج برای خر با ارزش‌تر از پوله. او در مورد معیار طلا حرف زد که کشور آمریکا بر آن تکیه داشت و اینکه هر دلاری در مقابل آن نقره‌ای بیش نبود. آنچه او درباره اش اظهار نگرانی می‌کرد شایعه‌ای بود که امکان داشت روزی معیار طلا موفق از آب درآید و دلار در کوتاه مدتی حتی دیگر ارزش نقره را نیز نداشته باشد. بچه‌ها، زمانی که همچین اتفاقی بیفته همه چیز رو به ورشکستگی میره. زندگی طبقه فقیر و متوسط ناآگاه به تباهی کشیده میشه. برای اینکه اونا همچنان به طرز تفکرشون ادامه میدن و باور میکنن که پول واقعیت داره و شرکت یا دولتی که براش کار میکنن در آینده حامی اونا خواهد بود. ما آن روز معنای واقعی حرفای او را نمیفهمیدیم، ولی با گذشت سالها درک بیشتری از گفته های او کردیم. مشاهده باخت دیگران. زمانی که جلوی مغازه سوار خودروی خود میشد به ما گفت بچه ها به کارتون ادامه بدید، ولی هر چه سریعتر چک حقوقی خودتون رو فراموش کنید. اون وقت وقتی بزرگ شدید زندگی راحت تری پیدا می کنید. از مغزتون استفاده کنید و مجانی کار کنید. به زودی افکارتون روش درست پول در آوردن به شما یاد میده. حتی بیشتر از اون چیزی که من میتونستم بهتون بپردازم. شما متوجه یه مسائلی خواهید شد که دیگران هرگز این موقعیت‌های درست و مفید رو نمی‌بینن، چون که اونا فقط در فکر پول و امنیت مالی هستن و اینها چیزیه که اونا فقط لمس می‌کنن. ولی شما یه چیزای دیگر رو می‌بینید. در تمام زندگیتون هم این چیزا رو خواهید دید، حتی لحظه‌ای که اون کارو انجام میدید. من یه چیز دیگر رو به شما یاد میدم. اینو هم یاد بگیرید که از بزرگترین تله و دام دنیا دور بمونید. شما دیگه هرگز اون چیز غیر ممکن رو لمس نخواهید کرد. من و مایک وسایل خود را از مغازه جمع کردیم و برای خانم مارتین دست تکان دادیم. ما به پارک برگشتیم و روی همان نیمکت پیکنیک نشستیم و ساعت‌ها با یکدیگر حرف زدیم و فکر کردیم. هفته دیگر را با رفتن به مدرسه سپری کردیم و با یکدیگر حرف زدیم و فکر می‌کردیم. بیش از 2 هفته همانطور فکر می‌کردیم، حرف می‌زدیم و رایگان کار می‌کردیم. در پایان شنبه دوم من باز برای خانم مارتین دست تکان دادم و خداحافظی کردم و به کتاب‌های فکاهی زل زدم. مشکل من از نگرفتن دستمزد 30 سنتی شنبه هر هفته این بود که دیگر پولی برای خرید کتاب‌های فکاهی نداشتم. همچنان که خانم مارتین از من و مایک خداحافظی می‌کرد، ناگهان متوجه شدم که او کاری می‌کند که هرگز ندیده بودم. منظورم این است که دیده بودم ولی توجهی نکرده بودم. خانم مارتین داشت صفحه اول جلد کتاب‌های فکاهی را از وسط نصف می‌کرد، صفحه اول جلد کتاب را سر جایش می‌گذاشت و کل کتاب را در کارتون قهوه‌ای رنگی می‌انداخت. زمانی که از او پرسیدم چرا این کار را می‌کند، پاسخ داد: من کتاب‌ها را بیرون می‌ریزم و صفحه اولش را به عنوان کارت اعتباری به توزیع کننده‌ای که کتاب‌های جدید فکاهی برام میاره می‌دم. اون یه ساعت دیگه میاد. ما به مدت 1 ساعت منتظر او ماندیم. چندی بعد توزیع کننده آمد و من از او پرسیدم آیا می توانم کتاب های فکاهی کهنه را نزد خود نگه دارم؟ و او پاسخ داد اگه شما برای این مغازه کار می کنید می تونید اونها را نگه دارید، فقط به شرط اینکه اونها را مجددا نفروشین. شراکت من و مایک بار دیگر رونق گرفت. مادر مایک یک اتاق اضافی داشت که کسی از آن استفاده نمی کرد. ما آن را تر و تمیز و شروع به چیدن کتاب های فکاهی کردیم. خیلی زود کتابخانه کتاب‌های فکاهی ما برای عموم افتتاح شد. ما خواهر کوچکتر مایک را که عاشق مطالعه بود استخدام کردیم تا سر کتابدار ما باشد. او از هر بچه 10 سنت می‌گرفت و کتابخانه هر روز پس از ساعت اتمام مدارس از 2:30 تا 4:30 بعد از ظهر باز بود. کارمندان، بچه‌های مدرسه‌ای و بچه‌های همسایه‌ها در این 2 ساعت می‌توانستند کتاب‌های فکاهی را که دوست می‌داشتند مطالعه کنند. این برایشان معامله‌ای بسیار ارزان بود، زیرا هر کتاب فکاهی 10 سنت قیمت داشت، ولی آنان در عرض آن 2 ساعت می توانستند 5 الی 6 کتاب فکاهی را مطالعه کنند. خواهر مایک بچه‌ها را هنگام رفتن بازرسی می‌کرد تا مطمئن شود کتابی را به عنوان قرض به خانه نبرند. در ضمن کتاب‌ها را نیز بررسی می‌کرد و نام بچه‌هایی را که روزانه به کتابخانه می‌آمدند و نیز تاریخ رجوع را می‌نوشت و اگر سفارش کتابی را داشتند آن را هم ثبت می‌کرد. مایک و من در مدت 3 ماه هفته‌ای 9.5 دلار دریافتی داشتیم.
ما به خواهر او هفته $1 می‌دادیم و او اجازه داشت که همه کتاب‌ها را به طور رایگان مطالعه کند، زیرا قبلا به ندرت می‌توانست به طور دائم کتاب بخواند. من و مایک توافق کردیم که روزهای شنبه را برای پدرش در مغازه رایگان کار کنیم و همه کتاب‌های فوکایی را از مغازه‌های مختلف او جمع‌آوری کنیم. ما توافق کردیم همانطوری که به توزیع کننده قول داده‌ایم هرگز کتابی را نفروشیم. زمانی که کتاب‌ها خیلی فرسوده و کهنه می‌شدند، آنها را می‌سوزاندیم. بعد سعی می‌کردیم دفتر دیگری به عنوان شعبه‌ای از کتابخانه‌مان داشته باشیم، ولی هرگز نتوانستیم به شخص دیگری مثل خواهر مایک اعتماد کنیم. با اینکه سن و سال ما خیلی کم بود، متوجه شدیم که پیدا کردن کارمند خوب چه کار سختی است. 3 ماه پس از گشایش کتابخانه با مشکلی برخورد کردیم. قلدرهایی از همسایه‌های ما در کارمان مشت دواندند و ایجاد خلل کردند. پدر مایک پیشنهاد کرد تا ما دست از کارمان بکشیم. بنابراین کسب و کار ما در مورد کتاب‌های فکاهی پایان پذیرفت و دیگر روزهای شنبه نیز در مغازه او کار نکردیم. به هر حال پدر پولدار هیجان زده شده بود و چیزهای تازه‌ای را می‌خواست به ما بیاموزد. او از اینکه درس اول را به خوبی به ما آموخته بود خوشحال می‌نمود. ما نیز یاد گرفته بودیم که پول برای ما کار کند. بدون پرداخت دستمزدی از طرف مغازه به ما، فکر و تصورات خود را به کار انداخته بودیم تا راه پول درآوردن را بیاموزیم و به موقعیتی که پیش آمده بود هویت بخشیم. با آغاز به کسب کار خودمان، یعنی ایجاد کتابخانه کتاب‌های فکاهی، ما اداره امور مالی خود را به دست گرفته بودیم و تکیه بر کارفرما نداشتیم. بهترین بخش این کار هم این بود که کسب و کار ما حتی زمانی که در آن مکان حضور نداشتیم برای ما پولساز بود. پدر پولدار به جای پرداخت دستمزد به ما چیز بیشتری را یاد داده بود.